سلام بچه‌ها، خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از کانال گپ اسپورت. جایی که توش فقط هم در فوتبال صحبت می‌کنیم. در ادامه بررسی تیم‌های حاضر توی جام جهانی می‌خوایم بریم سراغ گروه ای، یکی از جذاب‌ترین گروه‌ها، و اولین تیم هم تیم ملی اسپانیاست. قهرمان جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی برای اینکه صعود کنه به جام جهانی 2022 قطر توی منطقه اروپا برای انتخابی جام جهانی با تیم‌های سوئد، یونان، گرجستان و کوزوو همگروهی بود که تونست از 8 بازی خودش 6 تا رو ببره، یه دونه مساوی، یه شکست کسب کنه و با 19 امتیاز به جام جهانی 2022 صعود کنه. سرمربی تیم ملی اسپانیا توی این جام جهانی اما کسی که احتمالاً محبوب خیلی از هوادارهای بارسا باشه. لوئیس انریکه، کسی که یکی از درخشان‌ترین دوران بارسا توی تاریخ خودش رو رقم زد و البته میشه گفت درخشان‌ترین دوران مربیگری خودش رو. لوئیس انریکه که میشه گفت یکی از بارساهای رو به افول و تحویل گرفت، اولش هم نتایج خیلی خوبی رو نگرفت ولی رفته رفته بهتر و بهتر شد و به جای رسید که تونست آخر فصل 2015 سگانه تاریخی واسه بارسایی ها برمقام بیاره. البته که سالهای بعدش انریکه توی بارسلونا به اندازه سال اولش موفق نبود و آخرش هم از این تیم جدا شد، ولی بعد از مدتی سرمربی تیم ملی اسپانیا شد تا یه چالش جدید توی دوران مربیگری خودش امتحان کنه. دیدیم که توی یورو 2020 لوئیس انریکه و اسپانیا تونست عملکرد خیلی خوبی رو توی یورو به جا بذارن. تیم ملی اسپانیا در حالی که واقعا میشه گفت نسبت به فصلهای قبل و دوره‌های قبلی اسکوادش سرشناس نبود اونقدی، تونست به نیمه نهایی جام راه پیدا کنه. اونا توی ضربات پنالتی به قهرمان اون سال یعنی ایتالیا باختن و حذف شدن آخرش. ارزشمندترین بازیکن تیم ملی اسپانیا تو این جام اما آقای پدریه. همچنین به جز پدری، اسپانیا بازیکن‌های جوان و خیلی خوب دیگه هم داره، مثل گاوی که باز توی بارسا، رودری از منسیتی، پاوتورس از ویارال و آنسو فاتی از بارسلونا و چند بازیکن دیگه. با اینکه لوئیس انریکه توی دعوت بازیکن‌ها چند تا سورپرایز بزرگ داشت، مثل عدم دعوت از داوید دخیا و البته سرخیو راموس، کسی که بیشترین بازی با پیراهن اسپانیا در طول تاریخشون رو داشته، ولی با همه اینها هوادار اسپانیا واقعا امیدوارن که یه بار دیگه تیمشون بتونن قهرمان جام جهانی بشه، عین سال 2010 که یادمونه یه دوره طلایی واسه اسپانیا بود، از 2008 تا 2012 تقریبا ادامه داشت. 2008 تونستن با رونگوز قهرمان یورو بشن جلوی آلمان، 2010 تونستن مقتدران قهرمان جام جهانی 2010 بشن، بعدش هم یوروی بعدی هم باز اسپانیا برد تا تقریبا هر جامی که میتونسته در رده ملی به دست بیاره اسپانیا اونا رو کسب کرده باشه. اما بریم سراغ تیم ملی دوم، یعنی تیم ملی کاستاریکا. کاستاریکا اما برای اینکه صعود کنه به جام جهانی قطر کارش پیچیده شد. اونا توی منطقه کنکاکاف تونستن رتبه 4 بعد از کانادا، مکزیک و آمریکا به دست بیارن و به پلی آف صعود کردن، جایی که بعد از یه تیم از منطقه اقیانوسیه بازی میکردن. نیوزلند از اون طرف اومد بالا، توی قطر با هم دیگه دو تیم بازی کردن و کاستاریکا موفق شد یکیشون بازی رو ببره و به جام جهانی 2022 صعود کنه. سرمربی تیم ملی کاستاریکا توی این جام جهانی اما آقای لوئیس فرناندو سوارز خواهد بود، سرمربی کلمبیایی که سابقه هدایت باشگاه‌ها و تیم‌های ملی مختلف توی کشورهای کلمبیا، اکوادور، پرو، هندوراس و مکزیکو داره و حالا وظیفه این رو داره که کاستاریکا رو توی جام جهانی 2022 به موفقیت برسونه. از افتخارات آقای سوارز توی دوران مربیگریش هم میشه به کسب قهرمانی با تیم اتلتیکو ناسیونال کلمبیا توی لیگ کلمبیا تو سال 1999 اشاره کرد. اما ارزشمندترین بازیکن تیم ملی کاستاریکا توی این جام جهانی کسی نیست جز کیلور نواس، دروازه‌بان مطرحی که توی تیم‌های رئال مادرید و پاریس بازی کرده و احتمالاً هممون بشناسیمش. خب اما در مورد تیم ملی کاستاریکا، هر موقع که اسمشون میاد احتمالاً همه ما یاد جام جهانی 2014 بیافتیم که اونجا شگفتی ساز اون جام بودن، توی گروه قرار گرفته بودن که ایتالیا و انگلیس اونجا بودن و واقعا هیچ کی شانسی واسه کاستاریکا قائل نبود که بخواد به عنوان صدرنشین صعود کنه از اون گروه، ولی اونا این کارو کردن و به مرحله بعدی راه پیدا کردن. توی ضربات پنالتی تو مرحله یکشنبه هم تونستن بندشن یه مرحله هم برن جلو، اونجا به تیم آماده لوئیس فان گال برخوردن و تونستن توی ضربات پنالتی هلندی‌ها حذف کنن کاستاریکا رو. ولی خب واقعا اون جام یه جام رویایی برای کاستاریکایی‌ها بود و اگه بخوان توی این جام جهانی هم مثل اون جام جهانی عمل کنن واقعا نور علی نوره. حالا بریم سراغ تیم ملی سوممون، یعنی تیم ملی ژاپن. خب ژاپنی همونطور که تو قسمت‌های قبلی گفتیم تو گروه B مقدماتی آسیا واسه جام جهانی 2022 قرار داشتن، جایی که تونستن بعد از عربستان دوم شن و مستقیم صعود کنن به جام جهانی
قطر. اما سرمربی تیم ملی ژاپن توی این جام جهانی آقای هاجیمه موریاسو هستش. مربی که خود سابقه بازی برای تیم ملی ژاپن و تیم‌های مطرح ژاپنی رو داشت و به عنوان مربی توی تیم سانفریز هیروشیما تونست به تمامی افتخارات ممکن توی فوتبال ژاپن دست پیدا کنه. 3 قهرمانی توی جی لیگ ژاپن توی سال‌های 2012، 2013 و 2015، 2 سوپر جام فوتبال ژاپن توی سال‌های 2013 و 2014 و یه افتخار که واقعا سخت بود کسب کردنش، توی جام باشگاه جهان 2015 تونست رتبه سوم به دست بیاره، جامی که بارسلونای همین لوئیس انریکه تونست به عنوان قهرمان خودش رو توی اون رقابت معرفی کنه. و خب بعد از اینم که مسئولای فدراسیون ژاپن دیدم که یه همچین مربی خوبی رو دارن توی کشور خودشون، به عنوان سرمربی تیم ملیشون ایشونو منصوب کردن و توی جام ملت‌های 2019 هم باز ژاپن زیر نظر آقای موریاسو تونست یه عملکرد خوب از خودش به جا بذاره، به فینال رفتن، نایب قهرمان شدن و جلوی قطر باختن، ولی خب اون تورنمنت واقعا تورنمنت خوبی بود برای ژاپونیا. و خب البته انتظار من هم واقعا از ژاپن قهرمانی توی اون جام بود، ولی خب قطر اون موقع میزبان بود و تیم واقعا خوبی هم داشتن. اما دایچی کامادا مهاجم این فصل آینتراخت فرانکفورت ارزشمندترین بازیکن تیم ملی ژاپن توی این جام جهانی. بجز کامادا اونا بازیکن خوب دیگه‌ای مثل تومیاسو رو هم دارن که این فصل توی آرسنال داره بازی میکنه. اول فصل کمتر بهش بازی رسید، ولی کم کم تونست خودش رو تعمیل کنه به ترکیب اصلی تیم آرتتا. خب فوتبال ژاپن رو هم که احتمالاً ما ایرانی‌ها خیلی خوب بشناسیمشون، اونا هم مثل عربستان از تیم‌هایی هستن که همیشه رقیب مستقیم ما تو آسیا بودن و از رقیبای سرسخت جلوی تیم ما بودن. ژاپنیا تا حالا تونستن 4 بار قهرمان جام ملت‌های آسیا بشن و پر افتخارترین تیم در این زمینه هستن. اونا همچنین تونستن 6 بار به جام‌های جهانی راه پیدا کنن که 3 بار تونستن برن مراحل بالاتر بیشتر از هر تیم آسیایی دیگه‌ای. و حالا بریم سراغ تیم آخر، یعنی تیم ملی آلمان. خب آلمان‌ها هم برای اینکه صعود کنن به جام جهانی توی منطقه اروپا برای انتخابی با تیم‌های مقدونی شمالی، رومانی، ارمنستان، ایسلند و لیختنشتاین همگروه بودن که تونستن از 10 تا بازی خودشون 9 تا بازی رو ببرن بدون مساوی و یه شکست هم داشتن و 27 امتیاز صعود کردن به جام جهانی قطر. اما سرمربی آلمان توی این جام جهانی کسی نیست جز حضرت عشق آقا هانسی فلیک، که یادتون هست یه سال اومد کلا با این همه رو شخ زد، درو کرد هرچی جام بود و هرچی تیم بود و بعدش سرمربی تیم ملی آلمان شد. ارزشمندترین بازیکن تیم ملی آلمان توی این جام جهانی اما جمال موسیالا هافک ارزشمند این فصل بایرنه که الان 100 میلیون یورو طبق ارزش‌گذاری ترانسفر مارکت قیمتشه و یکی از معدود 100 میلیون یورویی های این فصل فوتبال اروپا. همچنین بجز جمال موسیالا بازیکن‌های خیلی خوبه دیگه هم که آلمان داره که اصلا نیاز به گفتن نیست، ولی میگیم مثل جاشوا کیمیش که هافک این فصل بایرن، لروی سانه باز از بایرن، کای هاورتز از چلسی، گورسکا، گنابری، رودریگر، نیکولاس سوله و چند بازیکن دیگه که خب اکثرا دیگه تیم ملی آلمانو میشناسید. اما در مورد تیم ملی آلمان که نیازی به گفتن نیست، فکر میکنم پرهوادارترین تیم ملی فوتبال توی ایران همین آلمان باشه، چون از زمان قدیم یکی از پرافتخارترین‌ها بوده، پرافتخارترین تیم ملی اروپا در حال حاضر همین تیم ملی آلمانه، با 4 عنوان قهرمانی توی جام‌های جهانی، 3 بار قهرمانی توی یوروهای مختلف و چند قهرمانی دیگه توی رقابت‌های مختلف ملی. و خب مطمئناً آلمان یکی از شانس‌های اصلی این جام هست، ولی به عنوان کسی که سال‌ها فوتبال آلمان دنبال می‌کنه، بایرنی و آلمانیه، میتونم بگم که آلمان واقعاً در حد قهرمانی الان نیستش و اگه تا نیمه نهایی هم بره من به عنوان هوادار آلمان واقعا کلامو از سر برمی‌دارم به احترام بازیکن‌ها، کادر فنی. و خب این هم بود از بررسی تیم‌های گروه ای و چه اگه خوشتون اومد یادتون که حتما لایکش کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بفشارید و اینکه قسمت‌های قبلی رو هم اگه دوست داشتید ببینید. گروه‌های قبلی هم همه رو با هم دیگه بررسی کرده بودیم و فاصله زیادی هم نمونده تا جام جهانی، بچه‌ها ما فقط یه دونه ویدیو در مورد لیگ به خودمون خواهیم داشت و بعد اون دیگه همش میره سمت جام جهانی ویدیو. دمتون گرم که تا اینجا همراه بودیم و فعلا خدا نگهدارتون.